سلام وقت هم شما بخیر بیننده های عزیز تلویزیون خورشید خیلی خوش آمدین به برنامه رسم زندگی و خوشحال هستم از اینکه در آغاز هفته با شما هستم تا ساعت دو سی با که امروز در برنامه داریم و مهمان هم داریم در برنامه همیشه وقت در برنامه ها روی افسردگی صحبت کردیم و کسایی که افسرده می باشند و چار به افسردگی می شن. یعنی روی عواقب که داره پیامت هایی که داره در زندگی فرد روی این موضوع هم بحث کردیم و مطمئن است اون کسایی که افسرده هستند خیلی خودشان هم از افسردگی خسته شدن و می که دیگه افسرده نباشن یعنی اون همه راه ها و روش های درمانش بدانن و تا این که بالاخره این افسردگی را از خودشان دور بکنن امروز ما خواستیم در بر فقط روی راه های درمان افسردگی صحبت میکنیم نیم ساعت تا باشه که از این صحبت هایی که ما در برنامه می داشته باشیم شما استفاده های خوب داشته باشین و کسایی که افسرده هستن و بیننده برنامه هستن تا جای به اونا هم کمک بکنن و بلاخ را از خودشان دور بکنن همین موضوع برنامه هست پس شما با ما همراه باشین امروز با هم استاد مجیب رحمان خپلواک خیلی زحمت کشیدن بازم در برنامه با ما هستن هم با استاد محترم بیشتر در رابطه به راه های درمان افسردگی بحث صحبت میکنیم و اگر شما خواستین در برنامه تماس بگیرین مثل همیشه لحظات بعد میتونین در برنامه تماس بگیرین در رابطه با افسردگی هر سوال اگر داشتین ما در خدمت شما هستیم استاد سلام و شما خیلی خوش آمدید سلام از است عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت بیننده های عزیز تلویزیون خورشید امیدوار رسم که همیش خوش و خوب و صحتمند و سر سلامت باشین یک مرور کوتاه می داشته باشیم این که دقیقا چون افراد افسرده میشه یعنی بیشتر چی چیزهای بالا اینا تاثیر منفی میگذاره که یا چی گونه حالات و شرایط می باشه که بالاخره فرد افسرده می به باور ما بیایم از یک بوده وارد بحث شویم که ابتدا خود واژه افسردگی رو یک مقدار روشن بسازیم که اگر بعضی از بیننده های ما تا به هنوز اصطلاح افسردگی برای چون گنگو هم هست چون ما مخاطب ما یک طیف وسیع از افراد است برشان روشن بسازیم که افسردگی امه. چی یک حالتی است چی نوع احساسی است بعدش عوامل شد. بعدش رو روی درمان ها بیشتر فوکس می داشته باشیم افسردگی احساس انزوا احساس ازلت و گوشگیری ناشی از بعضی فشارها ناشی از بعضی تعاملات ناشی از بعضی رفتارها و ها و ارتباطات میان فردی که فرد در افسردگی احساس انزوا اصلت گوشگیری و دلتنگی و حتی در بود جسمانیش تنبلی کسالت عدم آمادگی برای پیشرفت حفظ حالت رکود منجمد و این قسم یک احساس از خود افسردگی و در واقع عوامل متعدد باعث میشه که این احساس افسردگی به فرد دست بدن و در جامعه که زندگی میکنیم ناشی از عوامل متعدد احتمالا ما افسرده شویم در روابط میان فردی ناشی از فشار کار ناشی از بیکاری ناشی بارد. از عدم شغل رضایت بخش و حتی یک نواختی در زندگی باعث میشه که ما افسرده شیم و بعدش هم روی درمانش که اغلب مواقع ما روی افسردگی بحثایی داشتیم بارد. اکثر روانشناس روی افسردگی بحث کردن در طیف وسیع و حتی شعبات افسردگی که خیلی شعبات متعدد داره و ناشی از عوامل متعدد است به همین اساس است که ابتدا پیدا کردن و تشخیص و تثبیت افسردگی را پیدا بکنیم که منشایش از کجا و دقیقا درمانش هم بستگی به چگونگی منشایش داره در بحث علمی زمانه که ما خواهیم عوامل را و مخصوصا درمان را بگوییم خیلی مهم است که ما بدانیم که منشا و مهد زایش و پیدایش ای احساس چی بوده هر زمانه که ریشه یابی کردیم هر زمان که حلاجی و موشگافی کردیم ما میرسیم به حل باهران. دقیقا کم در رابطه به حالت های خفیف افسردگی چون دقیقا نشانه های شما اشاره کرده کردین اگر در همو ابتدا وقتی که فرد دچار به افسردگی میشه چه حالت هایی هست و وقتی خیلی شدید شد و ظاهرا چگونه تغییر در افراد می و چه نشانه های او وقت که حالت های خیلی شدیدش باشه دیده میشه سه داره افسردگی چون در جامعه ای که ما زندگی می کنیم جامعه سنتی هست و از لحاظ درگیری ها و فشارهای روانی خیلی افراد در حد متعادل قرار ندارن روی از این ملحوظ ما سه نوع سه حالت شدت و خفت و تقریبا عادی افسردگی رو داریم گرچه که خودش یک اختلال است و عادی بودنی در درش مطرح نیست و به هر حال, حال حالت شدید افسردگی از انزوا گرفته تا افکار ضرر رساندن به خود خودکشی و ضرر رساندن بر دیگران و افکار منفی در حق دیگران احساس انزوا احساس اصلت گزینی و به این حالت حالت نسبتا ش... که حالت خیلی شدید نیست و نه به شدتش که ما به صلاحی حالت که کسی بخواه خودکشی بکنه مسلما ما رو به دارو درمانی بعدش بر رفتار یا روان درمانی و در حالت عادیش هم یک مقدار هایی است که برشان تاثیر میکنیم این حالت دومش که حالت نسبتا خفیف بگویم یا در حالت میانه قرار داره این حالت است که فرد معمولا احساس تنهایی احساس انزوا احساس گوشگیری بله. تنبلی کسالت عدم میلان بر پیشرفت و این حالت ها معمولا برشان پیش میاد و یک حالت عادیش هست که فرد ناشی از یک فشار چون خسته میشه صبح روز خیلی شاداب و سر حال است وسط روز یک مقدار خسته کسل خسته میشه و یک مقدار, بله. مقدار خسته میشه که یه حالت عادی است و خیلی میدونه میتونه بگویم که сдақиқан яки устод баъзе касهое ҳам шояд бошад агар همچون نشانه های در این افراد دیده شوه که ما افسردگی هفص... میگیم ولی اونا قسم که در آغاز شما گفتین شاید هم نفهمن که این نواز نشانه هایی که ما دارم ما دوچار به افسردگی شدیم از اینجا درمان شو میکنیم به همچون افراد اگر باشه که ها میتونه کمک بکنه چون نگذارن که خیلی در این فرد رشد بکنه و او خودش هم نمیفهمه که ما یک اختلال یا یک حالت روبرو شدیم که باید درمان شوه فضا و محیط خانواده افراد خانواده اگر یک نوجوان جوانش دوچار همچون حالات میشه چگونه کمک بکنن خیلی خوب یعنی شما میخوایم تاکید داشته باشن روی نقش اجتماعی درمان بله. افسردگی نقش اجتماعی درمان روانشناس افسردگی از اینجا شروع میشه که ما تعامل فرد در جامعه تعامل اجتماعی داره و هر فردی که امرش تعامل داره چی عضو خانواده باشه بله. چی اعضای جامعه باشه چی دوست رفیق همکار تمامشان نو نقش داره چی در انزواش و چی هم در حل بحرانشان بنان شروع میکنیم از اینجا که اگر فرد افسرده هست و تشخیص شد از طرف روانشناسان و از طرف متخصصان رشته که فرد دچار افسردگی است از نو شدید از نو خفیف یا هم خیلی عادی است حالت عادی است که امی عادی ها اگر خیلی هم دوام میکنه باعث بحران میشه و بحران به موزل و از موزل بالاخره یک فاجعه به با تا حد خودکشی خب خوب است که ما از ابتدا شروع بکنیم ببینیم که شروع از احساسات ما ما, ما, ما معمولا در برخوردهای ما چی نوع احساس می داشته باشیم آیا احساس عادی در روابط میان فردی می داشته باشیم یا یک فردی هستیم که معمولا از یک برخورد خیلی عادی نچندان در خور اعتنا ما خیلی هم افسرده میشیم خیلی گوشگیری میشیم خیلی احساس ازلت و تنهایی و گوشگیری و یک قسم احساسات را می داشته باشیم و هر حال ما در اول بر ما لازم است که ما مصروفیت سالم به خاطر درمان افسردگی داشته باشیم خیلی مهم است که ما مصروفیت ما را بدانیم و خود ما را مصروف یک شغل خوب و شغلی که به اصطلاح خیلی ما را خسته نسازه و شغلی که ما سایت زایتمندی داشته باشیم این حالت است بله استاد بین روی این که چگونه برنامه های باید داشته باشیم تا که بلاخره افسرده نشیم با صحبت میکنیم لحظات بعد میان برنامه خیلی کوتاه. ادامه برنامه هست بیننده های عزیز درمان افسردگی موضوع برنامه هست استاد همچنان با ما هستن اگر میخواین تماس بگیرین شماره های تماس برنامه روی صفحه تلویزیون شما میای تماس بگیرین هر سوال اگر در رابطه با درمان افسردگی در رابطه با افسردگی داره ما در خدمت شما هستیم و جا داره که از 488 همچنان یاد بکنه ما سریق طریق 488 همچنان در خدمت شما هستیم میتونیم با 488 تماس بگیرین و اگر میخواین با برنامه رسم زندگی پیامتون بگذارین بعد از اینکه تماس با 488 میگیرین کلی تایید چهار فشار بتین و میتونین که سیم های اتصالات و روشنتان پیام هایتان را بگذارین یعنی به 488 به تماس شوین و هزینه هم هر دقیقه 10 افغانی هست بس در خدمتش ما از طریق همچنان در خدمت شما هستیم حالا ادامه بس ما را با سات میخوایم داشته باشم. در رابطه با یک برنامه ریزی خوب استاد کردینی که اگر همو فرد که حالت افسردگی یا همو حالت که برش رخ میته همو لحظه دقیقا این برنامه ها را اگر رو روی مثال بگوینی که چگونه برنامه های باشه و بالاخره چگونه یک سرگرمی خوب یک مصروفیت خوب برشون پیدا بکنه خیلی خوب در اکثر مواقع گفته شده که ما من حیث یک فرد متعادل یک فرد که همواره اصلا در جهت ترقی و, و تعالی خود کوشش کردیم معمولا بهترین برنامه ریزی که روانشناسان کردن تقسیم روز یا 24 ساعت زندگی ما به سه قسمت است هشت 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 سه هشت و مساوی تقسیم میکنیم ساعت روزمری ما را و به خاطر از اینکه ما یک فرد عادی باشیم به لحاظ کار کرده عصبی ما خیلی مختل نباشیم جا داره که هشت ساعت مکمل بخوابیم بله. هشت ساعت مکمل خواب ما باعث میشه که ما روان آرام باشیم خیلی زود تعادل روانی ما رو بعد هم نزنه هر محرک بیرونی و عادی و حالت دومش هشت ساعت دوم مربوط کار میشه هشت ساعت بعدیش هم مربوط تفریح و غذا و عبادت و بله. سایر مسائل این میشه یک برنامه ریزی خیلی خوب خاطر یک فرد خاطر نجات از انزوا مسئله دوم که قبلا ما بحث اول که کردیم که آدم باید مصروف باشه و مصروفیت سالم داشته باشه یک راه درمان است راه درمان دوم عبادت است معمولا علما و علمای اعتقادی و روانشناسان تماما به این نتیجه رسیدن امروز در تحقیقات متعدده که انجام دادند، دیدن که مرجع عبودیت و رابطه خوب انسان با مرجع عبودیتش باعث میشه که انسان تسکین روانی پیدا بکنه مقلد. و این تسکین روانی ما ما را از حالت انزوا و از حالت گوشگیری به نجات میده و حالت سیوم یا به راهکار سیوم بخاطر درمان خوب روان افسردگی است که ما ورزش بکنیم ورزش را فراموش نکنیم هر زمان که و هر پیمانی که تحرک بدنی داشته باشیم تحرک فیزیکی داشته باشیم ورزش بکنیم این باعث میشه که روان خوب باشه و حالت جسمی ما رابطه بین روان و جسم که در تمام علوم مشخص است و هر پیمانی که جسم ما سالم هست به همون پیمانه ما روان سالم داریم ارتباطات سالم داریم و در روابط اجتماعی ما موفق هستیم حتی حتی در پیشرفت تحصیلی ما و سایر مسائل که ورزش را هم نباید فراموش بکنیم بحث دیگر رابطه ما با افراد منزوی است بله. یعنی ارتباطات ما ارتباطات ما با افراد منزوی خیلی همجا داره که من یک بیتی از شعر یادم آمد که میگن که در محفل خود راه مده همچومن را در محفل خود راه مده همچومن را افسرده دل افسرده کند انجومن را بله. معمولا این بحث مسائل روانی و روانشناختی یک ارتباط بین افراد که دارن این است که تاثیر متقابل یک بالای دیگه دارم. با. گیرم اگر ما من حیث یک فرد با کسی دوست هستیم که این فرد خودش حالت روانیش خیلی برهم و در است مطمئن باشین که تاثیر و تاثر بالای ما داره دقیقاً بخوایم نخوایم این خارخنده ما این دوست ما این رفیق ما این همکار ما تاثیرات مستقیم بالای رفتار ما کردار ما داره بعدش هم که امروزه در جامعه ما خیلی ثابت شده و روانشناسان ما اغلبا به این باور هستند نقش موسیقی بالا افسردگی این رو فراموش نکنیم که ببینید که ما من حیث یک جوان چون خب بالا دیگه یک نیاز شده و یا اگر عادت بگویم یا نیاز بگویم ما موسیقی گوش میکنن جوانان ما چقدر خوب است که ما بجای جای گوش کردن موسیقی تراژید و غمگین بیایم یک موسیقی شاد بشنویم کسایی که افسرده است هم که موسیقی هم خیلی تراجید بله، باشه؟ بله خیلی هم تراجید فقط اما هنرمند ما که فوت کردن یکی هست و قلبم مهم. فقط پیامه است که هر شب این زوا یک پیام است که هموار ما رو به طرف نابودی و نابودی و بالاخره این نقش موسیقی رو برتان بگویم که در عالم تنهایی معمولا موسیقی رو دیگه میگن که ب ما عالم تنهایی و رابطه افسردگی با عالم تنهایی و افکار ما مستقیم است اگر ما در عالم تنهایی فقط به شکست های ما فکر کردیم بلد. در این موسیقی دیگه ما خود ما را در فرد که معمولا اوست و شکست های اوست دنیای فرو ریختیش با این احساس هایی باعث میشه که فرد دیگه هم حالتش بدتر شود و, و این موسیقی تراجید خیلی هم تاثیر منفی داره بالا بلد. افراد استاد در آقا صحبت هایتان گفتین غذاها هم نقش دارن بله نقش غذاها را جا داره که ما بیان بکنم رابطه افسردگی با غذاها قسم است که اگر ما معمولا از غذاهای سنگین استفاده میکنیم این غذاهای سنگین باعث میشه که شب خواب ما نارام شد بله. نارامی خواب رابطه مستقیم با مسائل روان و صبح در ارتباطات ما بروز میکنه در جامعه ما ارز اندام میکنیم معمولا اگر ما کم خواب استیم نارام خوابی داشتیم این باعث میشه که صبح رفتار ما یا گیچ خستکن باشه یا در واقع ما حوصله لازم به خاطر درک طرف مقابل نداشته باشیم بله استاد بین تماس میگیریم بیننده ما روی خط تلفن هستن باشیم که چی سوال دارن سلام به شما خیلی خوش به برنامه بفرمایید تشکر زنده باشین سلام به شما و با میمون بازمیتون ما مشکل داشتم وقت نوشتن جاتا دستان لرزه دارم. من چیز معلومات که بتاید پاسی بگنم ای کنم یا وقتی فقط 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 هم قلمک هم میگیرم بیتا یک لرزش تکان میتوارم آها ما یک مقدار گفایی دارم در این خصوص ببین حالت عادی اگر ما یک حالت عادی است چون مسائل عصب و عصبی ما خیلی هم بستگی به داره که ما در چین و حالات شرایط قرار داریم بلد. اگر خیلی هم عادی می باشیم و لرزش در حال است که نگران کننده باشه در این حالت باز میشه که ما پیش دکتر مراجعه بکنیم اما در حالت عادی چون در جامعه ما معمولا دیگه مسائل تعادلات روانی یک مقدار درگیر کننده هست تا یک حد عادی لرزش شده است خب خیلی هم شایع از دیگه در بین تمام افراد اما اگر احساس میکنید که ای حالت اوت اف استاندارد است بیرون از حد نرمال است در این حالت شما باید مراجعه بکنید پیش دکتر هایی که در رشته عقلی و عصبی کار میکنه یک مقدار توصیه هایی رو به شما دارم. و بفرمایید روی غذا ها بحث داشتیم گفتیم که اگر خواب ما راحت باشه ما از غذاهای به اصطلاح که هضم ساده داره و هضم آسان داره از این استفاده بکنیم می باعث میشه که خواب ما راحت باشه و خواب ما که راحت بود صبح ارتباطات ما خوب است وزن ما زیاد نمیشه وزن زیاد شدن یکی از مسائل است که ما شما را باعث بی‌حوصلگی ما شوا و نو ما را یک مقدار رنج بده بعدش هم استفاده از ماهی ماهی خیلی خوب است به خاطر کاهش افسردگی و باعث میشه که افسردگی را تا یک حد پایین بیاره و روغن مایی که تا یک حد دستیاب میشه این تحقیقات وسیعی که در اکثر جاها صورت گرفته ثابت ساختن عصب شناسان و روان شناسان که کسانی که استفاده میکنن از ماهی و روغن مایی باعث میشه که افسردگیشون در حد کمتر استراب و استرسشون هم بعدش هم استفاده از زعفران در جامعه ما تازگی ها دیگه معمول میشه استفاده دو برگ از دفران که به شکل چای دم میکنیم، در چای مندازیم و از این استفاده میکنیم این باعث میشه هم خستگی ما رو رفع بکنه داره. هم در قسمت کاهش افسردگی نقش به داشته باشه بعدش هم استفاده از ترشیب مثلا آچار است و ما در خانه خیلی معمول است از این استفاده باعث سرکه ها و انواع سرکه ها باعث میشه که در قسمت گاهش افسردگی با ما کمک بکنه استفاده از چای سبز یکی از راه است که ما میتونیم خوب مواجهه بکنیم با افسردگی و چون اونا یه مقدار این از نیکوتین داره و این نیکوتین باعث آرامش میشه باعث استراحت میشه و همین دلیل در قسمت کاهش افسردگی اینا موارد است موادی هستن که کمک بسازا میکنه که ما در آینده یک مقدار یک مقدار فشار از روانی از افسردگی رو بتونیم تقلیل بدیم بسیار خوب استاد ما در بعض برنامه ها مثلا دوستان ما تماس میگن وقت در دا این رابطه صحبت کردیم میگن که ما در حالت هستم که حالا از بعض دواها استفاده میکنم خب ما بیاین سوال خودم میگذارم بعد از تماس مریم جان حتما سوال خود از استاد میپرسم مریم جان سلام به خودت خیلی خوش آمدید بله، سلام عزیزم، مریم هست، مرسو طرف، خیلی خوش آمده واسه ما با تماس بیدن. خوش آمدید جان، بفرمایید. تشکر خوهر عزیزم، ما چند وقت پیش تکلیف میده داشتم، آیا تکلیف میده هم واسه تو بسیار خوب، سوال شما را گرفتیم، تشکر بشنایید از سیرخ تیلیزیون. تشکر میکنم، ببین در بحث میده و گرده و روان، معمولا یک رابطه مستقیم که بین این سه،, سه, عضو از بدن موجود هست متاسفانه این باید ما بگویم که در قسمت تشخیص تا قسمت زیاد را متاسفانه ما خیلی ابزار خوب برای تشخیص نداریم و این باعث میشه که معمولا این قاطی بکنن مشکل اصلی را تشخیصش بر هم بخوره و این باعث میشه که خود تکلیف میده در قسمت کاهش حوصله حوصله ما رو پایین میاره یک مقدار خلق ما رو پایین میاره و نقش و مستقیم با مسائل روانی و روان شناختی داره بله تکلیف میده باعث میشه که ما از لحاظ روانی خلق ما پایین بیه و حوصله کافی نداشته باشیم و اگر به این حالت پیش میریم یک مقدار ما رو منزوی می و خود داشتن یک تکلیف رنج بردن از یک تکلیف باعث میشه که ما به اصطلاح از حالت نرمال و او حوصله نرمال که برای Um... مواجهه با افراد و دوستای ما داشته باشیم مورد نداشته باشه بنان توصیه ما با خاطر ما این است که شما مراجعه بکنید به خاطر تداوی تکلیف میده چون تکلیف میده اکثر مواقع باعث میشه که خلق انسان پایین بیاد واقعا خب ما سوال میخوایم از استاد بپرسیم که کسایی که از دوا استفاده میکنن بعضی معمولا میگن که وقت تا وقتی که ما دوا استفاده میکنیم خب خوب است مفسرده نیست ولی اگر دوا استفاده نکنیم بازم در حال دچار میشیم در پهلوی از که این افراد دوا استفاده میکنن به خاطر دور کردن یا درمان افسردگی نقش خودشان باید تا چه حد باشه که بالاخره بگنه و همکاری با دوایی که استفاده می میکنن شوه و بالاخره افسردگی اینا کاملا درمان بله ابتدا باید تشخیص شوه که در کدام حد باید ما دوا بتیم دارو درمانی در کدام حد اساسا روان درمانی داریم اگر باز میبینیم که سطح شدت بلندتر هست در او حالت ما دوا استفاده از دوا توصیه میکنیم و هر زمانه که هر کسی که بر شما ادویه را توصیه میکنه معمولا من حیث متخصص رشته من حیث روانشناس ابتدا تاکید بیشترشون سر روان درمانی است یعنی بله. میگه که بحث روانی و روانشناختی معمولا این تصمیم شما شرط است دوا درست یک جنبه شیمیایی داره ولی این که در بحث روانشناختی و از ایجاد تغییر در زندگی تان شما که تصمیم میگیرین که ما آماده روان درمانی هستیم یا نیستیم و معمولا کسانی که در ایرش کار میکنن ما باور دارم کنا تاکید بیشتر سرزی دارن که شما احساستان را کنترل بکنین و در حد نصارت داشته باشین شما رفتارهای تانه باورهای تانه نگرشهای تانه و یک برنامه درست به خاطر مصرفیت روزبانیشون برشان میگن که شما مطابق از باید عمل بکنین تا که موفق باشین تنها و تنها دوا در مباحث روانشناختی متاسفانه جادو نمیکنه ی ای شما که باید زندگیتان رو تغییر بدین شما هستین باید تصمیم بگیرین و شما هستین که با تکنیک ها و درفند های عالی خودتان از وضعیت بحرانی نجات بدین یک تعداد کسا استاد میگن که همیشه وقت کارم یک نواخت است بله. مثلا صبح بیدار میشه میرم درس خواندن یا بعد از اون مصروفیت دیگه اگر باشه شب دوباره به خانه برمیگردم باز فردا همو مصروفیت های مز... میگن همچون حالت ها ما را خسته بله, کرده بله. خب حالا اینا چه کارهای را انجام بتن تا باشه که هم لذت ببرن از کارها و مصروفیت هایی که دارن و هم دو چار افسر دگیلش اتفاقا در امی لستر راهکارهای پیشنهادی یا مود درمان ها که ما داشتم همین واسه که شما میگین هم میخواستم اشاره بکنم سرش یک نواختی باعث میشه که زندگی انسان خسته کن شد خود یک نواختی و ادامه پیدا کردن یک نواختی این باعث میشه که انسان را به طرف افسردگی سمت بده شما کوشش بکنید که در زندگی تا تکرار ساعت 8 میرین به دفتر ساعت 4 دوباره میایین به خانه بدون یک تحول بدونی یک تغییر کمافی سابق کمافی سابق میرین و میعین، میرون درون که هیچ تغییری در زندگی رونما نمیشه امید برای پیشرفت موجود نیست در این حالت است که فرد منزوی میشه فرد گوشگیر میشه و فرد مضطرب و نگران و ملتحب و افسرده میشه بخاطر ایجاد تغییر شروع حتی اگر یک تغییر کوچک در زندگیدان شده شروع از یک نواختی لباستان اصلا شما از اینجا تغییرات را شروع بکنید تغییر ظاهرتان و او تغییرات که از لحاظ احساسی شما با دفتر میرین مسلما کسی دوست نداره که با یک آدم نگران با یک آدمی که معمولا منزویست با او خیلی معاشرت داشته باشه از اهم امروز شما که میرین با دفتر شما به تصمیم میگیرین که ما یک آدم شاد بارد. یک آدم درست او حجم کار که بالای شما هست یک طرف قضیه اما شاد بودن و لبخند زدن شما رو نوان کمک میکنه هم شاد زندگی بکنین و آری از این نو مسائل و همکارایتان را یک نیرو و انرژی مثبت بشن انتقال بدید استاد وقت برنامه تمام است سپاس از شما که در برنامه با ما بودید تشکر اگر میخواین با برنامه رسم زندگی پیام تان هم بگذاریم بچه‌ها 188 تماس بگیریم بعدن کلید 4 هفته فشار بدین نسیم کارت های روشن و اتصالاتان و هر دقیقه تماس شما در افغانی هزینه داره سلامت باشین از که با ما نیم ساعت همراه بودین تا برنامه بعد خداوند نگهدارتون <متصف>